من دکتر مشتبه محمدزاده هستم. البته بنا به دلایل قانونی ترکیه مجبور شدم اسم فامیلی رو عوض بکنم در تاریخی به نام دکتر مشتبه سیویل اینجا انجام وظیفه میدم. 55 سالمه تقریبا و تقریبا میشه گفتش که 37 سال پیش ترکیه اومدم. تحصیلاتمو دوره ابتدایی و متوسطه رو تو تهران انجام دادم. بعدش به دلیل اینکه بعد از انقلاب دوره انقلاب فرهنگی و سایر دانشگاه‌های تهران بسته دانشگاه ایران بسته شدن، من مجبور شدم که برای ادامه تحصیلات به خارج از ایران بیام. به محض اینکه خارج از ایران اومدم، اولین کشوری که تونستم اقامت بگیرم ترکیه بود و بلافاصله امتحان ورود دانشگاه دادم و رشته پزشکی دانشگاه اژه شهر ازمیر رو قبول شدم و بلافاصله نقل مکان کردم به ازمیر رو. بین سالهای 1984 تا 91 دوره دانشگاهیمو تمام کردم تو دانشگاه اژه و بلافاصله وارد رشته تخصصی اورولوژی تو همون دانشگاه دانشکده پزشکی دانشگاه اژه شدم. تقریبا میشه گفت 12 سال دوره تحصیلات من بود تو دانشگاه اژه. بعد برای دوره طرح که تو ترکیه هم ما دوره طرح داشتیم اون موقع، برای دوره طرح مجبور شدم که شده برم شرق ترکیه شهر اردور. برای مدت اونجا بودم تقریبا 4 سال و 5 سالی اونجا خدمت کردم. بعد چون کارمند بیمارستان دولتی کشور ترکیه بودم، با انتقالی که گرفتم انتقال داده شدم به شهر آفیون. مدت زیادم تو شهر آفیون زندگی کردم، مدت 5 سال، و بعدش هم استانبول اومدم و از کار دولتی کنارگیری کردم. شروع کردم بخش خصوصی تو بیمارستان بیلگه و از اون موقع به بعدم تو همین بیمارستان در خدمات خودمون ادامه میدیم. تو دورهایی که من تو بخش دولتی کار میکردم، تو تمام دورها بنابرای خواست وزارتخونه عنوان معاون بیمارستان و بعدش هم رئیس بیمارستان های دولتی کار کردم. در نتیجه تجاربی در این مورد داشتم که اونا رو الان تو بیمارستانی که کار میکنم و متعلق به خودمونم هستش ادامه میدم. کشور ترکیه برای کوچ و مهاجرت کشور خوبیه. واقعا سالهایی که ما مهاجرت کردیم ترکیه، سالهایی بود که تو ایران جنگ بود و مشکلات زیادی تو ایران بود، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امکانات تحصیلی. ما اون سالا که اومدیم ترکیه با مهمان نوازی خوبی برخورد کردیم تو کشور ترکیه. خیلی از درا برامون باز شد. البته ما خب دانشجویی بودیم که زمان ما یک تعداد خیلی زیادی از بچهای ایرانی اومده بودن اینجا و همشون دانشجوهای آماده‌ای بودن که از ایران تحصیلات خوبی داشتن و بلافاصله تو امتحانات کنکوری که شرکت کرده بودیم نتایج خیلی موفقیت‌آمیزی داشتیم. اکثرمون رشته‌های خوب از قبیل پزشکی، رشته‌های مهندسی، خیلی رشته‌های به اصطلاح تحقیقاتی وارد شدن دوستانمون و همشون پیشرفت‌های خوبی داشتن و الان هم تمام این دوستانمون میشه گفتش که تعداد خیلی زیادش ترکیه زندگی می‌کنن و با هم دیگه همکاری داریم ما، مخصوصا تو شهر استانبول که طبق آخرین آماری که من داشتم، تو این آمار که خیلی آمار کاملی هم نبود، بیشتر از 1000 پزشک ایرانی تو شهر استانبول تو بیمارستان‌های مختلف مشغول به کار هستن که همه‌شون هم به کارهای خودشون موفقن. کشور ترکیه از لحاظ رشته پزشکی کشوریه که توسعه خوبی داشته، امکانات خیلی زیاد هستش الان برای خدمات پزشکی و از لحاظ مسائل تحقیقاتی هم میشه گفتش که تو دنیا جزو کشورهای صاحب نظر شده. از لحاظ مسائل جراحی و تشخیصی تمام امکانات رو ما تو ترکیه داریم، تمام امکانات جدید تکنولوژی رو ما اینجا میتونیم داشته باشیم و هر کس تو هر رشته‌ای که کار میکنه از عالی‌ترین وسایل استفاده میکنه برای کار. ولی خب میشه گفتش که اگر مسئله درآمد کار باشه، از لحاظ مادی بخوایم این مسئله رو در نظر بگیریم، شاید نتونیم هیچ وقت اون امکاناتی رو که از لحاظ مالی ممکنه تو ایران داشته باشیم اینجا داشته باشیم. ولی خب از لحاظ
خدمات پزشکی با خیال راحت تری میتونیم اینجا خدمات بدیم، چون که موقعی که یک مریض برای ما میاد برای تشخیص اون هر طور امکاناتی رو ما داریم اینجا. اینجا اتاق ارتوپدی ماست که آقای دکتر بهزاد سالکی همکار ایرانیمون اینجا با ما همکاری دارن که خودشون واقعا پزشکی مجربی هستن، 24 ساعت هم آنکال هستن برای موارد اورژانس به اصطلاح. من دکتر بهزاد سالکی هستم، متخصص جراحی ارتوپدی و تراوما، فارغ التحصیل دانشگاه تبریز، متخصصم از ازمیر دکترایی گرفتم. خیلی خوشحال شدم بتونم به هموطنان خودم کمک کنم، همیشه هستم 24 ساعته از طریق تلفن بیمارستان میتونیم به دسترسی پیدا کنیم و انشاءالله بتونم که در درمان همه عزیزان یاری بکنم. برای اینکه پزشک خارجی بتونه تو ترکیه کار بکنه، پزشک ایرانی و یا کشورهای دیگه، حتما باید مدرکشون رو اینجا ارزشیابی بکنن. اول باید مدرک دیپلم پزشکیشون ارزشیابی بشه، بعد از اینکه دیپلم پزشکی ارزشیابی شد شروع کنن به ارزشیابی کردن مدرک تخصصشون. مدرک پزشکی برای اینکه ارزشیابی بشه باید تمام مدارکشون اینجا آماده بکنن بیارن اینجا، بعد از گرفتن یک اقامت موقت یک ساله مدارکشون بدن به اداره YOK یعنی یوک یوکسک اورنم کرومو، اینجا براشون ارزشیابی میکنه. احتمال زیاد به اینا مدرک MD و یا پزشک عمومی رو میده، قبول میکنه. این هم براشون به این شکل انجام میشه، باز مجددا با تمام مدارک مراجعه میکنن به اداره یوک و اداره وزارت بهداری ترکیه، بعد اینا ارزشیابی میشه، به اینا بررسی میشه. بعد از اینکه بررسی شد یا میگن که بعد شما مستقیما متخصص هستین، یا میگن که نخیر شما باید بیرون 2 سال یه جا کار بکنین، یا اینکه میگن مثلا دورای کوتاه 3 ماهه تکمیلی باید انجام بدین، معرفی میکنن به یکی از بیمارستانا که شما برید اونجا کاراتون رو بکنین و یه نتیجه از اون بیمارستان بگیرین که اونجا اساتید اون بیمارستان بررسی میکنن که شما واقعا به اندازه کافی اطلاعات دارین یا تخصصتون به اندازه کافی درست هستش یا نه. اینو انجام بعد از اینکه اینو انجام دادن شما دیپلماتون و مدارکتون تایید شده میشه، بعد شما میتونید که شروع کنیم به کار. اینجا ما خیلی از همکارانمون آشنا به زبان فارسی هستن، ما مترجمای زبان فارسی اینجا داریم، استخدام کردیم، کار میکنن برامون به خاطر اینکه مریض ایرانی زیاد داریم، چون که ایرانیایی که تو ترکیه زندگی تو استانبول زندگی میکنن مخصوصا خب نیازهای پزشکیشون رو مجبورن برن جایی که تا موقعی زبان البته یاد بگیرن، برن جایی که بتونن مسائلشون رو حل بکنن، از زبان مشکل نداشته باشن. بیمارستان ما هم از زبانی هیچ مشکلی برای بیماران ایرانی نداره، چون که هم پزشکای ایرانی داریم هم مترجمای ایرانی داریم که هر لحظه میتونن کمک بکنن، خدمات بدن. اینجا بخش زیبایی ماست که مجهز به تمام دستگاه‌های لیزری برای هیر ریموینگ یعنی اپیلاسیون و دستگاه‌های لیزری برای بیماری‌های رگی و مشکلات دیگه پوستی وجود داره اینجا. بیماری کرونا توی ترکیه متاسفانه الان هنوز به صورت آکوت ادامه داره، تعداد مریض همینطوری هر روز بیشتر میشه. متاسفانه مردم به خاطر امرار معاششون مجبورن که بیان بیرون و این بیرون اومدن ها و قرنطینه نموندن تو خونه باعث میشه که این بیماری رشد و نمو بیشتری داشته باشه. ولی خب الان بیمارستان ها تو ترکیه به 2 قسمت تقسیم شدن، یکی بیمارستان هایی که بیماران کرونا رو قبول میکنن که ما به اینا بیمارستان های پاندمیک میگیم، و یکم بیمارستان هایی که بیماران کرونا رو قبول نمیکنن، هنوز بیماران الکتیف یعنی بیماران معمولی رو قبول میکنن که ما رو جزء اون بیمارستان ها مشخص کرده اداره وزارت بهداری. ما الان بیمار کرونایی قبول نمیکنیم، ولی خب بیماران روتین دیگه مون رو قبول میکنیم. اما تمام عملهای موجودی که باید انجام بشه الان انجام میشه تو بیمارستانمون و هیچ مشکلی برای اومدن بیماران غیر کرونایی ما نداریم تو بیمارستانمون. همیشه در حال دقت باید باشیم تا شاید بتونیم به این شکل با ویروس کرونا برخورد نکنیم، چون که بعد از اینکه برخورد کردیم مشکلات خیلی زیاد خواهد شد، مخصوصا برای ایرانیای عزیزی که هموطنای عزیزی که اینجا زندگی میکنن، هیچ کدوم دارای بیمه سلامتی نیستن، بیمه‌ای که واقعا قابل قبول باشه. هر چقدر که این مسئله یه مسئله پاندمیه، پولی نبایستی پرداخت بشه در قبالش، ولی خب باید بدونن که
یک سری مسائل هستش که بدون پول هم حل و فصل نمیشه. تو بیمارستانا مصرف زیادی براشون وجود خواهد بود. در نتیجه مواظبت از خود بهتر از اینه که یه مدتی بیرون بیایم و بخوایم کارهای متفرقمون انجام بدیم. من در انتها خدمت تمام هموطنان عزیزمون تشکر میکنم و دلم میخوادش که بدونن که اینجا هم من هم پزشکای دیگر ایرانیمون هموطنانمون اینجا همیشه در خدمت دوستانمون هستیم. هر کمکی که دست ما بر بیاد، اهم از پزشکی و یا غیر پزشکی، بعضی وقتا چون که مسئله غیر پزشکی هم هستش که باید روش کار کرد و صحبت کرد، هر کاری از دستمون بر بیاد برای هموطنانمون حاضریم که اینجا انجام بدیم. ترکیه پورتال، انتخاب مهم است، درست انتخاب کنید.